Feis, was hallo Matthias, su jehodo pedara mova chodovandi somasi, bar shoma bot. Amen. Achtet hier, Mazmur Shonsda. Chodovand toi nasibe mogara va piale man. To same maro negami dari. O du de man be jehoje del pasir auf dotias. Mirasi del angiz be man residi. Chodovandro که به من مشورت می دهد، متبارک می خوانم. شبانگاه نیز دلم مرا تعدیب می کند. خداوند را هموار پیش روی خود دارم. چون با دست راست من است، جنبش نخواهم خورد. از این رو دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد. پیکرم نیز در امنیت ساکن خواهد بود. زیرا جانم را در آوی وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد را ببیند. تو راه حیات را به من خواهی آموخت. در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت ها تا بدال آباد. آمین. من آرزوهای زیادی برای زندگی داشتم. اما زود ازدواج کردم. و بعد رویاهایم به زودی محو شدند. حالا زندگی من به پایانش نزدیک است و دیگر نمیتوانم چیزی را تغییر بدهم. و این تمام آنچه بود که از زندگی نصیب من شد. من زندگی را باختم. وقتی از کشورم فرار کردم هنوز نوجوان بودم و سالهای زیادی از زندگی را در کشور سوئد گذراندم. سالهای رفته ای که هیچ کسی نمیتواند آنها را به من بازگرداند. و حالا در آلمان دوباره باید از صفر شروع کنم، در حالی که اولین موهای سفید من نمایان شده. پس دیگر چه انتظاری میتوان از این زندگی داشت؟ من به تازگی زندگی را سر و سامان داده بودم. سخت بود. اما موفق شدم و تازه قرار بود زندگی روی خوش را به من نشان دهد. اما یک بیماری به سراغم آمد و همه آینده ما را با خود. بله، این سالا برای چه تلاش کردم؟ آیا تمام زندگی همین بود؟ سالهای زیادی را صرف پیدا کردن شریک زندگی کردم تا تشکیل خانواده دادی و صاحب فرزند شدم. اما این اتفاق نیفتاد و من تنها ماندم و حالا دیگر شانسش را ندارم و برای همه چیز خیلی دیر است. خواهران و برادران، ترس از دست دادن زندگی و اینکه نتوانیم به اندازه کافی از آن بهره ببریم، ترس از دست دادن چیزهای غیر قابل بازگشت، اینها قدرت تعیین کننده ای در بسیاری از موقعیت‌های زندگی دارند. ولی این ترس میتواند به اشکال مختلفی بروز کند. این ترس از دست دادن باعث شتاب بی پایانی در جامعه ما شده. همه چیز باید به سرعت پیش برود. ما باید قادر باشیم در عین حال کارهای بیشتری نسبت به گذشته را انجام بدهیم، چرا که زمان از دست می رود و ما باید حتی الامکان از همه چیز بهره ببریم. هر ثانیه ممکن است چیزی را از دست بدهیم. حتی در حین عبادت باید به تلفن‌های خود نگاهی بیاندازیم، چرا که ممکن است پیام مهمی برسد که نیم ساعت بعد برای آن دیر باشد. اما این موضوع به سادگی یک شتاب عجیب و غریبه زندگی نیست که تنها سرتکان داده و با آن اهمیت ندهیم. این حس از دست دادن می‌تواند ما را نابود کند.
میتواند کالدید گاه ماران از بد با آینده تیره کند و میتواند به یک سوال تعیین کرد در زندگی ما تبدیل شود. آیا من در زندگی با چانس بودم؟ به خصوص اگر خودم را با دیگران مقایسه کنم. در مزمور 16 با دعای کسی روبرو می شویم که نگاهش به زندگی دقیقا برعکس این ترس ما از دست دادن در زندگی است. این شخص می گوید که یک فرد خوششانس مطلق است که در وقت آزمایی برنده شده و به اصطلاح هر آنچه که می توانست در زندگی به دست آورده. اما چه چیزی باعث می شود که او همه اینها را بگوید؟ آیا او یک ازدواج فوق‌العاده و شاد با یک زن زیبا و فرزندان خوب و نوه های خوبی دارد که با آنها افتخار می کند؟ او در اینجا به هیچ کدام این موارد اشاره نمی کند. آیا او در گذشته یک حرفه خوب داشته و ثروتمند بوده یا این کلام را در یک قایق تفریحی لوکس جایی در مدیترانه نوشته؟ این هم چیزی نیست که در اینجا از آن صحبت شده. آیا او همیشه در زندگی سالم بوده؟ اما از این هم حرفی زده نشده. نه این برنده شدن در قور کشی که این شخص در اینجا از آن صحبت می کند چیزی نیست جز خدا. در این مزمور این فرد از اهمیت خدا در زندگی می گوید. او از تشبیه تصاویری برای منظورش استفاده می کند که ترجمه آن به زبان امروزی دشوار است. او به این واقعیت اشاره می کند که به بنی اسرائیلی ها زمین هایی در زمین مقدس اختصاص داده شد. زمینی که باید تمام زندگی را در آن سپری کنند. و اینجاست که این فرد می گوید در این قور که به نامم افتاد من جافتشش آوردم. و منظور از زمینی که تمام زندگیم را در آن سپری خواهم کرد چیزی جز خدا نیست. و چه چیزی میتوان بیش از این از زندگی توقع داشت؟ چه چیزی بیش از خدا و نزدیکی همیشگی به او نیاز دارید؟ در اولین آیه های مزمور 16 از افرادی صحبت میشود که به هیچ وجه نمیتوانند بفهمند که زندگی با خدا و در مشارکت با خدا مهمترین و زیباترین چیز در زندگی است. بله ما هم امروز با چنین افرادی احاطه شدیم، افرادی که نمی توانند تصور کنند و زندگی بدون خدا چیزی را از دست می دهند و خیال می کنند واقعا خوشحالند اگر یک زندگی خانوادگی خوب دارند و ماهی یک بار به رستوران رفته و سرگرمی های دیگری دارند که برایشان اهمیت داشته و در تعطیلات هم می توانند به مایارکا بروند. اما مردی که این مزمور را میخواند میگوید نامشان را بر زبان نخواهم آورد. اینها افرادی نیستند که بخواهم با آنها در تماس بوده و یا سبک زندگیشان را در پیش بگیرم. این سبک زندگی در نهایت تو خالی است و با خوشبختی که من در زندگی یافتم قابل مقایسه نیست. بله من در زندگیم شادی عمیقی را تجربه می کنم که هیچ کس نمی تواند آن را از من بگیرد. من در زندگیم رانمایی دارم که کسی نمی تواند از من بدزدد. وقتی خدا را در خانه اش ملاقات می کنم به اندازه خوشبختم که این شادی را نمی توانم با کلمات توصیف کنم. وقتی زندگیم را بر اساس خدا و کلامش تنظیم می کنم، زندگیم عمقی پیدا می کند که هیچ وقت یک کباب قاز در رستوران نمی تواند با آن قابل مقایسه باشد. و چیزی که حتی مهمتر است این است
این خوشبختی با پیر شدن تجربی من از بین نمی رود. و حتی برعکس این خوشبختی زمانی که زوال را در زندگی حس می کنم باقی می ماند. و در جایی که حس می کنم زندگی من به مرگ نزدیک است دوام پیدا می کند. چرا که این زندگی در مشارکت با خدا با مرگ به پایان نمی رسد. بلکه باقی می ماند و من به زندگی در کمال شادی ادامه خواهم داد. چیزی که حتی تصورش هم مشکل است. و این شادی به این دلیل نیست که 72 حوری بهشتی بعد از مرگ در بهشتی با نرهایی پار از شراب در انتظار من هستند. نه این شادی هیچ دلیل دیگری جز همون شادی که الان هم در زندگی دارم ندارد. یعنی این که من در مشارکت و ارتباط با پروردگارم زندگی می کنم. در مشارکت با خداوندم عیسی مسیح. الان هم می توانم وقتی کلامش را می شنوم او را در ذهنم مجسم کنم و وقتی او را ببینم شادی من به اندازه ای خواهد بود که نمی توانم آن را در کلام وصف کنم. خواهران و برادران، البته که کسی که این مزمور را می خوانده قصد نداشته حسادت ما را برانگیخته و به ما بگوید که همه ما در مقایسه با او بازنده های بزرگی هستیم. نه، او می خواهد با کلامش به ما کمک کند تا زندگی خود را به گونه جدید درک کنیم. او همچنین می خواهد چیزی را به تو بفهماند. این که در حقیقت حتی اگر به آرزوهای نرسی تو هیچ چیزی را در زندگی از دست ندادی. دقیقت حتی اگر سالهای زیادی را در یک کمپ پناهندگی بگذرانی و یا در یک آپارتمان کوچک تنها باشی هم چیزی را از دست ندادی. اگر مسیح محتوای زندگی توست پس تو جاف چیش آوردی؟ و بیشتر از تمام کسانی که الان فکر میکنند زندگی خوشی دارند و مهمتر این چیز یعنی او مسیح را از دست داده اند به دست آورده ای. اگر تو اینجا در میراب مسیح را ملاقات کردی و جسم و خون او را دریافت کنی بیش از تمام کسانی که سفرهای دار دنیا می کنند و رستورانهای مجلل می روند و با افتخار از خانواده بزرگ و شگفت انگیزشان که ادعا می کنند همه چیزش عالی است به دست آورده ای. بله، سراینده مزمور امروز از تو دعوت می کند که هر وقت ترس از دست دادن چیزی در زندگی به سراغت آمد این کلمات را با او تکرار کنی. او می خواهد وقتی زندگیت باز آنطور که به میلت بوده پیش نرفته این کلام را تکرار کنی. وقتی دوچاره نومیدی می شوی زندگیت را با آرزوهایی که برآورده نشده نسنج، بلکه به وفور و آنچه به تو هدیه داده می شود وقتی با مسیح زندگی می کنی نگاه کن. وقتی کلام او هدف و جهت زندگیت را نشان می دهد و وقتی دوباره این احساس به تو دست می دهد که چیزهای زیادی را در زندگی از دست دادی همیشه این کلام مزمور 16 را به خودت یادآوری کن. خداوند تویی نصیب مقره و پیاله من، تو سم مرا نگاه می داری، حدود من به جاهای دل پذیر افتاده است. بله، من در زندگی خود خیلی خوششانسم، چرا که از روزی که تمید گرفتم توانستم در مشارکت با عیسی زندگی کنم و هیچ کس این خوشبختی را از من نخواهد را بود. حتی مرگ هم نمیتواند این کار را بکند، زیرا جانم را در حاوی وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد را ببیند. تو راه حیات را به من خواهی آمود و آنگاه با چشمان خود میبینی
اگر عیسی زندگی من است پس در حقیقت هیچ چیز مطلقاً هیچ چیز را از دست نداده ام وای ما مسیحان چه خوشبختیم آمین و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد